اکنون سیاست روسیه برای جارو کردن رژیم آخوندی و پاسداران و نیروهای مزدورش از سوریه کاملا علنی و آشکار و در روزنامه‌های رژیم هم منعکس شده. حرف چندی پیش پوتین در ملاقاتش با بشار اسد مبنی بر خروج همه نیروهای خارجی از سوریه رو لاوروف وزیر خارجه روسیه مطرح کرده و این موضوع در رسانه‌های رژیم هم انعکاس پیدا کرده. رسانه‌های رژیم همچنین به هماهنگی و همسوی روسیه و آمریکا در این زمینه اشاره می‌کنند و از امکان ایستادگی رژیم در قبال این سیاست ابراز ناامیدی می‌کنند. نگاهی می‌کنیم به گزیده‌ای از اظهارات و مطالب مهره‌ها و رسانه‌های رژیم در این باره. سایت حکومتی انتخاب 9 خرداد، لاورو: تمام نیروهای غیر سوری باید در سریع‌ترین زمان ممکن از جنوب سوریه خارج شوند. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز گذشته اعلام کرده بود که قرار است یک نشست سه‌جانبه میان روسیه، آمریکا و اردن درباره منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه برگزار شود. روسیه روز دوشنبه نیز اعلام کرده بود که تنها ارتش دولت سوریه باید در مرز جنوبی این کشور و در مناطق هم مرز با اردن و اراضی اشغالی حضور داشته باشد. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد 9 خرداد: روابط ایران و روسیه متشنج می شود. روابط ایران و روسیه در روزهای اخیر موضوع بسیاری از خبرها و تحلیلها بوده است. ایران در دو موضوع برجام و سوریه با روسیه مناسبات خاصی را تجربه کرده و می کند و اکنون پس از خروج آمریکا از برجام و همچنین تحولات میدانی در سوریه این مناسبات می تواند به سمت تنش‌هایی پیش برود. سایت حکومتی دیپلماتی ایرانی 9 خرداد: روسیه در حال طراحی موازنه جدید در سوریه است. شوک شام: توجه به فعل و انفعالات اخیر در ماتریس سوریه. باید نخبگان تصمیم‌گیر ایران مفروضه‌های خود را در مورد بازی استراتژیک کاملا تغییر دهند. غرب و روسیه در هفته‌های اخیر دوباره در حال چیدمان مهره‌های خود بر روی صفحه شطرنج هستند و البته ورود به این بازی برای ایران خطرناک خواهد بود، چرا که شطرنج از این ویژگی برخوردار است که بازیگران را در صحنه مرگ و زندگی و بازی برد و باخت قرار دهد. به دلیل ریسک بالای ورود به چنین صحنه آرایی باید از ورود آن به شدت پرهیز کرد و بازی را طراحی ساخت که در آن توانایی حداکثر سازی مزایا و تقلیل زیانها وجود داشته باشد. سایت حکومتی نام نیوز 9 خرداد، ابراهیم فراهانی: دولت اسد الان روی روسیه به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای بیشتر حساب باز می‌کند. در سفری که اسد به روسیه، سوچی داشت، همین امر اعلام شد و یک مرحله دیگر به اهداف روسیه نزدیکتر شد. اختلاف بین روسیه و ایران در زمینه سوریه یک مسئله است. الان در حملاتی که به نیروهای ایرانی، حزب الله و اسد می‌شود، کاملاً با اجازه و هماهنگی روسیه انجام می‌گیرد و این نشان می‌دهد که روسیه از اینجا به بعد مدیریت ایران را در دست گرفته است. این اختلافات به نظر می‌رسد که روسیه وقتی در زمین سوریه با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هست، معاملاتش را با کارت سوریه می‌تواند انجام دهد و متضرر اصلی ایران است. داوود هرمیداس بابند، دیپلمات سابق رژیم، 9 خرداد: زمانی که مسکو با واشنگتن و متحدانش در مورد آینده سوریه به توافقی دست پیدا کند، ایران را به حاشیه می‌راند و همسنگری با ایران در دفاع از دولت بشار اسد را به فراموشی می سپارد. بیشتر به نظر می رسد که مسکو مستقل از نظر تهران تصمیم خود را برای بازی کردن کارت حذف ایران به ازای توافق در سوریه گرفته باشد. به نظر می رسد که بار دیگر گروهی در تهران که تصور می کنند امکان اتحاد استراتژیک با مسکو وجود دارد، بار دیگر با اشتباه خود مواجه شوند. روسیه در شرایط کنونی امیدوار است که بتواند برای تأمین منافع ملی خودش با غرب به یک تعامل سازنده برسد و در این مسیر از قربانی کردن تهران ابایی ندارد. تصور ایجاد یک اتحاد استراتژیک با روسیه یا بدتر از آن دنبال روی یا اتکا به مسکو تصوری خام و اشتباهی بزرگ است.